با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز خبرها و نظرها رو از این لحظه آغاز میکنم. جمعاً با احتساب پیام‌های بازرگانی مدت 50 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود با مهمان گرامی و ارجمند برنامه که حضورتون معرفی خواهم کرد بعد از مقدمه کوتاه. و اینکه اگر قرار بشه مروری بکنیم به آنچه که داره پیرامونمون میگذره و در مورد کشور ما هست بیشترش بپردازم، 50 دقیقه که سهل است، 150 دقیقه هم کافی نخواهد بود. صحبت‌های آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جلسه مشترک مجلسین سنا و نمایندگان و اینکه عده زیادی از هموطنان ما انتظار داشتن که ایشون اشاره‌ای بکنه به مسئله ایران و این حکومت قاتل، حکومت جرار، این حکومتی که آمده فقط غارت کنه و نمیره، هم کاش میمد غارت میکرد و میرفت. غارت داره میکنه، غارت مملکت رو داره، منابع طبیعیش رو به باد میده با پشتبانی یک دیکتاتور قاتل دیگر به اسم آقای پوتین. و اشاره ای نکرد آقای جو بایدن به اون مسئله و نپرداخت به هیچ مسئله دیگری که جنبه بین المللی داشته باشه. تمرکزش در واقع روی این بود که نشون بده علی‌رغم سنش و کهولتش توانا هست، میتونه یک ساعت، بیش از یک ساعت صحبت بکنه بدون وقفه و راجع به مسائل داخلی امریکا بیشتر صحبت کرد و عده زیادی از تحلیلگران صحبت‌های او رو یک نوع در واقع تبلیغ برای ورودش به انتخابات بعدی امریکا و مبارزات انتخاباتی برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری و بودن در قدرت برای 4 سال دیگر، که در این زمینه هم بحث زیاده. به هر حال در این زمینه عده زیادی از تحلیلگران معتقدند که این که او در مورد ایران موضوعی را مطرح نکرده خوبه و معنیش این هست که داره اقداماتی میشه که او نخواسته راجبش صحبت بکنه. عده‌ای هم میگویند که او هنوز امیدوار هست که بتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد و برجام رو احیا بکنه و این نظرات همه جا مطرح میشه و باید دید به کجا خواهد رسید. مسئله جلسه ای که قراره که در یکی از دانشگاه های معتبر امریکا در واشنگتن دی سی، دانشگاه جورج تاون برگزار بشه با حضور 8 تن از هموطنانمون که اینها ممکنه از نظر عقایدی که دارن با هم دیگه تفاوت‌های زیادی داشته باشن، ولی قرار شده که در این زمینه هم صدا بیان و در این نشست فردا که کریم سجادپور که این محقق بسیار بسیار دانا و آگاه این جلسه رو اداره خواهد کرد. در جلسه فردا کسانی که شرکت خواهند کرد عبارتند از شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد، خانم شیرین عبادی، آقای حامد اسماعیلیون، عرض کنم حضورتون خانم نازنین بنیادی، خانم گلشیفته فراهانی، عکساشون رو میبینید، و عرض کنم حضورتون که کسی رو از قلم ننداخته باشم، و آقای در واقع رهبر حزب کومله کردستان، آقای عرض کنم حضورتون که حامد اسماعیلیون رو گفتم، آقای مهتدی، این عده 8 نفری قرار فردا اونجا شرکت بکنن. ضمناً از شاهزاده رضا پهلوی دعوت شده که در کنفرانسی در آلمان، مثل اینکه در مونیخ شرکت بکنند که کنفرانسی است که معمولاً
سالیانه اجرا میشه و سالهای قبل نماینده جمهوری اسلامی در شرکت میکرد که امسال از او دعوت نشده. اینا همه رو باید به فال نیک گرفت و دید که کار به کجا میانجامه. این جای اون دارد که به مردم ترکیه و سوریه، مخصوصا سوریه که واقعا عذاب عظیمی گریبانگیرشون شده طی این چندین سالی که در واقع مردم آوارگانی که از سوریه به جاهای دیگه رفتن و اون وقت آمدن پناه آوردن به کجا؟ به ترکیه. و الان این زلزله عجیب و غریب، ساختمان‌هایی که هیچ اصل و هیچ مقرراتی رو رعایت نکردن مثل فانوس فرو ریختن و تا شدن و تا همین لحظات قبل که خبرها رسیده بود بیشتر از 20,000 نفر تا به حال آماری است که منتشر شده و گفته میشه که این آمار ممکنه خیلی خیلی بیشتر از این باشه. از تمام کشورهای جهان کمک داره میرسه به این آسیب دیدگان و واقعا دنیا نگران این افراد هست، مخصوصا کسانی که الان جان سالم به در بردن ممکنه از سرما جان سالم به در نبرن و تعدادی بیشتر از اون کسانی که در اثر زلزله زیر آوارها موندن در اثر سرمای وحشتناک اونجا از بین برن. خب امروز یک مهمان گرامی و ارجمند و فعال و با یک در واقع بیوگرافی درخشان باشون خواهیم بود، سرکار خانم فیروزه خطیبی که نشان از پدر دارند و خودشون در طی سالیان میتونم بگم در مواردی گوی سبقت از پدر رو رو بودند و فعالیت های ایشون، برنامه های مختلفشون در رسانه های فارسی زبان، در رادیوی بسیار خوب همراه با آقای دکتر هلاکویی عزیز اونجا همکاری دارند و نمایشنامه ای رو دارن روی صحنه میارن که خودشون در موردش صحبت خواهند کرد. سلام میکنم خدمتشون و تشکر میکنم. میدونم که تمرین ها و مشکلاتی که دارید از نظر بازیگرانی که باید بیان و هر کدوم خب گرفتاری های خودشون رو دارن و وقتشون بسیار زیخ هست، قرار بود که لااقل یک یا دو تن از بازیگران هم امروز با ما باشند که همون دلیلی که گفتم مشاغلی که دارن نتونستن. خانم خطیبی سلام میکنم به شما. میخوام خودتون کوتاه برای معدود آدمایی که یعنی هموطنانی که ممکنه با شما آشنایی نداشته باشن کوتاه راجع به بیوگرافی خودتون رو در چند سطر و خیلی کوتاه براشون بیان بکنید و بعد بپردازیم به این نمایشنامه‌ای که امیدوارم با موفقیت بسیار روبرو بشه، هرچند که فکر میکنم که تا الان ممکنه که سولد آوت شده باشه بلیت‌ها چون سالن زیاد بزرگ نیست. من به گوش بسیم. آقای حجازی سلام عرض کردم به شما و تماشاگران محترم تلویزیون پارس. خیلی ممنونم از دعوتتون، خیلی لطف کردین دعوت به این برنامه وزین و پربار. واقعا که شما در هر رسانه‌ای که کار میکنید همواره کارهایی رو ارائه میدید که میتونم بگم متفاوته و بسیار آگاهی دهند است. خیلی متشکرم از این وقت که به ما دادین. بله متاسفانه با این شرایطی که همه دارن، چون میدونید اینجا کار تئاتر کاری نیست که خرج زندگی شما رو بگذرونه، بنابراین دوستانی که با ما دارن کار میکنن هر کدومشون از صبح تا شب، یکشون در مدرسه است، دانشگاه، از صبح تا شب. آقای معزنی هم که نقش اول این نمایش رو در واقع بازی میکنن، ایشون هم که میدونید در رادیو همراه کار میکنن،
و از تقریبا صبح ساعت 5:30 در رادیو هستن تا ساعت 6 شب. اینه که متاسفانه نتونستیم از حضور اونها بهره‌مند بشیم. با این همه من اولا نمیدونم چجوری باید بیوگرافیمو بگم. شاید بتونم به طور مختصر بگم که من از تلویزیون ملی ایران در حدود بعد از اینکه دبیرستانم تموم شد باید یک کارآموزی میکردم و به کمک پدر و مادرم که در تلویزیون کار میکردن، در رادیو تلویزیون کار میکردن، تونستم یک کارآموزی اونجا بکنم که خوشبختانه فرصتی بر من به وجود آورد که به مدت 1.5 سال با زنده یاد فریدون رهنما کار کنم در بخش پژوهش، تحقیقات و تئاتر. در طول اون مدت که این درست قبل از زمانی که من آمدم به آمریکا، یعنی خانواده ما مهاجرت کردن به آمریکا در سال 1974، این اداره، این بخش از تلویزیون کارش این بود که تمام نمایش هایی که فرستاده می شد برای تولید از تمام دنیا، از تمام ایران، از تمام جایی که می خواستن یک کار تولیدی نمایشی در تلویزیون داشته باشن می رسید به این دفتر. کار من این بود که این نمایش ها رو بخونم و بهترینش رو برای شورای نمایش که عبارت بود از آقای پرویز صیاد، آقای داوود رشیدی، آقای نویسنده دایجان ناپلئون، آقای پزشکزاد عزیز و ایرج زوهری. بنابراین من 1.5 سال اونجا تحت نظر آقای رهنما که میدونید یکی از بزرگترین فیلمسازان نوآور ایران محسوب میشد، این کار اولی بود که اینجوری با نمایش و نمایشنامه های اون زمان آشنا شدم. البته باید بگم که به خاطر اینکه پدر من در دوران خوب تئاتر لاله‌زار نمایشنامه هایی می نوشت برای تفکری و من از بچگی توی اون تئاتر روی زانوی مادرم می شستم و نمایش های بابامو نگاه می کردم و غیر از اون تمام نمایش های آقای اسکویی، تمام نمایش های کلاسیکی که روی صحنه بود همیشه ما دعوت داشتیم. من میتونم بگم که زندگی من همیشه با تئاتر آمیخته بوده. و خب بعد که اومدم به آمریکا، اومدم برای تحصیل به آمریکا، رفتم که رشته فیلم بخونم. ولی اون زمان شما به اندازه الان کارگردان زن نداشتین، قضیه مال 1974. اینی که دو سه نفری من رو خلاصه منصرف کردم و من ضمن این که داشتم در یک رشته ای که زیاد علاقمند نبودم درس میخوندم، شروع کردم به کار تو به تحصیل در رشته تئاتر با تئاترهای مختلف اون زمان. از کارهای خیلی کوچیک شروع کردم و بعدم در یک دوره بازیگری و نمایشنامه نویسی در انستیتیو خیلی معروف که نمیدونم حالا دوستان اسمشو بدونن یا نه، میگین بیوگرافی مثلا، به هر حال من گوته نه در نیویورک، معذرت میخوام، من واقعا میگم چون اینا همه اینقدر انتظار نداشتن از من بیوگرافی بپرسین، فکرم خودتون. به هر حال من چند سال اونجا در رشته انگلیس هم بودید و اونجا هم یه دوره هایی رو دیدید؟ نه نه، من در انگلیس دوره ای ندیدم. من اونجا یه مدت 9 ماه زندگی کردم، بعد برگشتم ایران، گرین کارتمو گرفتم، اومدم آمریکا. لی استراسبرگ، خیلی معذرت میخوام، یکی از بزرگترین انستیتوهای بازیگری و نمایشنامه نویسی نیویورک که تمام بازیگرای معروف دنیا اونجا در واقع یک دوره دیدن. در حقیقت من اونجا بود که علاقمند شدم به تئاتر. ولی در همین زمان وقتی که انقلاب اتفاق افتاد و پدر من که اینجا بود تصمیم گرفتش که نمایش بنویسه، نمایشنامه کار کنه. و من چجوری شروع کردم به کار نمایشنامه ایرانی؟ من پدر من یه نمایشنامه نوشته بود، از یک اقتباسی بود از تارتوف مولیه و با تم روحوزی، یعنی حاجی بود و سیاه بود و یه قضایایی که اتفاق می افتاد و این یک حاجی یا یک روحانی خیلی شیاد بود و یک مثل بقیه شون بله، یه زمردی لازم داشت که اون سیاه، مرد سیاهیه که
با حاجی میگه و یعنی به سبک روزی، و هیچ کس، ما توی نیویورک اون موقع کسی نبود که حاضر بشه، مرد بازیگر که نداشتیم، اون کسایی که میامدن، پدر من واقعا از هیچی بازیگر درست میکرد، حاضر نبودن صورتشون رو سیاه کنه. پدر من این تئاتر رو عوضش کرد، به جای زمرد کردش سفیدک، اسم تئاتر بود حاجی مارمولک، و من نقش سیاه رو به خاطر پدرم بازی کردم و این نمایش آنچنان گرفت کارش که من دیگه دنبال کارهای آف آف برادوی که اون موقع داشتم میکردم که 20 نفر روی صحنه بودن، 15 نفر توی تماشاچی ها نشسته بودن، رو گذاشتم کنار و به طور فول تایم با پدرم شروع به کار کردم. ما 7 نمایش با هم کار کردیم، از جمله عروسی ایران خانوم که داستان 100 سال تاریخ اخیر ایران رو به شکل موزیکال، سیاسی و کمدی روی صحنه بردیم و من در اونجا نقش انگلیس رو بازی میکردم، یه پیرزنی که شیاده و میخواد همه کارا رو راست و ریست کنه تا به هر حال. در سالهای بعد از فوت پدرم در لس آنجلس، من همراه استاد خلیل دیلمقانی و آقای داریوش ایران نژاد، بازیگر خیلی خوب و سرشناس، ما کانون تئاتر رو پایه‌گذاری کردیم که میدونم فکر کنم شما احتمالاً به چند تا از اون اجراها اومده باشید. بله بله. من اولین نمایشی که خودم نوشتم به فارسی شاه شکار بود که داستان قتل ناصرالدین شاه، داستان در واقع زندگی چگونگی قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی بود. بله. و بعد و من هم همزمان داشتم آقای داریوش ایران نژاد کار میکردیم، ولی میدیدیم که نمیتونیم این یه چیز به این سنگینی رو بیاریم رو صحنه، برای که اون موقع دیگه بازار تئاترهای کمدی آنچنان گرم شده بود که شما نمیتونید آدم‌ها رو بیارین یک تئاتر کلاسیک رو بذارین جلوشون. اینا تصمیم گرفتیم یک تئاتر دیگه بنویسیم که با پول اون بیایم و این نمایش شاه شکار بیاریم رو صحنه، که بود ماه در آینه، داستان دلدادگی قمران ملوک وزیری با یک ویولونزن یهودی، که موزیکال بود و من واقعا افتخار داشتم که با بازیگرای خوب اون زمان، آقای کامران نوزاد، آقای داریوش ایران نژاد و خانم مهوش آژی، اینا تمام بازیگران هنرهای دراماتیک در ایران بودن، اینا همه واقعا کمک کردیم که این اومد روی صحنه. چندین بار اومد در کل کالیفرنیا و لس آنجلس روی صحنه. قضیه مال آخرین اجراش 10 سال پیش بود. یه اجرای دیگه هم داشتم با آقای پرویز صیاد در نمایشی به اسم پرومته در اوین، که این نمایش چندین اجرا داشت همزمان با جریانای سپتامبر 11، و بعدش هم من رفتم به برزیل چند سال اونجا زندگی میکردم و برگشتم. این نمایش که الان میبخشید طولانی شد بیوگرافی من، نه نه لازم بود. خانم خطیبی، نقشی رو که توی این جنبش انقلابی مردم ایران هنر به طور کلی ایفا کرده، انواع هنرهایی که واقعا به قدری شکوفایی از خودشون نشون دادن که مبهوت کردن اهل به اصطلاح هنر رو، دنیا رو مبهوت کردن. بله. میدونین چرا آقای اجازی؟ بله. میدونین چرا؟ وسط حرفتو میبخشید. برای شما... که وقتی که سیاست و اتراسیتی و مصیبت و همه چی، همه این کارهای بدی که داره اتفاق میفته دیگه نمیتونه جلو بره، تنها چیزی که میمونه هنره. یعنی از دیدگاه من هنر، یا زندگی بدون هنر باید بگم، وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه. اون چی که در وجود انسانها متبلور میشه به هر دلیلی، با هر انگیزه، با هر فکری که پشتش باشه، در نهایت تبدیل به یک اکسپرشن یا یک ابراز عقیده میشه که جنبه های هنریش از جنبه های سیاسی و اجتماعیش خیلی بیشتر. اینه که هنر باید همیشه پویایی داشته باشه، در هر شرایطی ما باید هنر رو ببریم جلو. در دوران جنگ دوم جهانی، وقتی که داشتن به طور روزانه مردم بیگناه، از جمله یهودی ها رو میفرستادن به کوره های آدم سوزی، بیشترین کارهای هنری
تئاتری از جمله برشت و خیلی کسای دیگه در اون زمان رو صحنه های برلین از اونجا آغاز شد. یعنی این کاری که من کردم موش و تله یک کمدی تراژدی که در حقیقت کمدی تراژدی همطور که میدونید نوعی از تئاتره که هنرمند میتونه خودش رو با اون بیان کنه بدون اینکه گرفتاری پیدا کنه، بدون اینکه جوابگوی کسی باشه. در حقیقت یک آینه رو نگه میداره جلوی جامعه و میگه نگاه کنید، این شما اینید. و اگر یادتون باشه یک فیلمی بود به اسم دیکتاتور بزرگ، ماله امیدوارم زیادی حرف نمیزنم. بس. اجازه بدین اینجا من یه نکته رو، صحبتی که با شما میکردم و مطلبی رو که توی یکی از نشریات به اصطلاح دیدم ازتون راجب اون شاهکار، یکی از شاهکارهای چارلز چاپلین، این هنرمند بی همتا، بله. من دوباره این فیلم دیکتاتور رو نگاه کردم، بله. با اینکه قبلا نگاه کرده بودم ولی برداشتی که این بار از این فیلم داشتم به کلی متفاوت بود از اون چیزی که قبلا، بله. مخصوصا همین تأثیر این شرایطی که در ایران هست. میفرمایید. بله، همطور که میگفتم به هر حال این، حالا چون دوستان ممکنه یادشون نباشه چون این یک فیلم خب زمان ثابت، نه تازه اول صداگذاری روی فیلم اولین بار بود، بله. اولین بار صداگذاری کرده چارلی چاپلین و صحبت هم میکنه و حرفاش سخنرانیش تو اون، این یه بیچاره یک خیاط یهودیه که شکل دیکتاتور بزرگ، که حالا البته منظور سلمونی یا خیاط سلمونی، بله. بله. یه سلمونی داره، بله. بله، آرایشگر یهودیه که یه مغازه آرایشگری داره. نمیدونم چه بلایی میاد سر شما که زودتر تازگی دیدین بگیم، ولی یه بلایی میاد سر دیکتاتور و چون خیلی هارت و پورت میکرده و اینا به مردم انگیزه میداده که برن دیگران رو بکشن، اینه که اینا تصمیم میگیرن که چون شکل دیکتاتوره، شکل همین یه بدل واسش پیدا کنن، بدل براش پیدا کنن. برای اینکه بدل براش پیدا کنن میان میگردن این بیچاره سلمونی یهودی رو پیدا میکنن، برش میدارن میبرنشون بالا، میگن تو حالا باید نقش این دیکتاتور رو بازی کنه. اینم خب میترسیده، جرئت نداشته که این کارو نکنه. به هر حال این نطق خیلی جالبیه که من اگه وقت داشته باشیم میتونم اینو براتون بگم، که میتونم براتون نطقش رو بگم. بذارین آگهی ها رو بشنویم، بسیار برمیگردیم گوش میدیم این رو. بینندگان گرامی با ما باشید. توصیه میکنم برید روی یوتیوب بزنید The Great Dictator، دیکتاتور بزرگ، و این فیلم رو ببینید و دقت بکنید روی مطالبی که چارلز چاپلین بیان میکنه به عنوان دیکتاتور، که اصلا شنیدنیه و دیدنیه. با ما باشید. یازدهم فوریه، ساعت 12 ظهر، از سراسر آمریکا در یک شهر، لس آنجلس، گرد هم خواهیم آمد تا با شکوه و عظمت حضور خود لرزه بر اندام دشمنان ایران و ایرانی انداخته و پیام همبستگی و همدردی خود را به مردم داغ دیده و آزاده ایران با عشق و امید برسانیم. بزرگترین راهپیمایی تاریخ ایرانیان خارج از کشور در 11 فوریه امسال رقم خواهد خورد. از سراسر ایالات متحده در یک شهر، لس آنجلس، 11 فوریه، 12 ظهر. یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل،
و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جی ال ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جی ال ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جی ال ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جی ال ویز، همیشه و همه جا. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جی ال ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون‌های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس‌های جی ال ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های جی ال ویز از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. برای فروش تبلیغات در جی ال ویز، شارژ اشتراک جی ال ویز، شارژ اپلیکیشن تلفنی جی ال تاک، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. هم‌اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. بینندگان گرامی، با سرکار خانم فیروزه خطیبی، این خانم هنرمندی که خیلی مختصر گفتن راجع به بیوگرافیشون و من حتما در فرصت‌های آینده ازشون خواهش خواهم کرد که بیان و بیشتر ما با همدیگه صحبت بکنیم، شما بیشتر با کارشون آشنا بشین و با سوابق کاریشون. بعدم یه چیزی رو که من باید یادآوری بکنم این است که در برنامه زنده همیشه ممکنه که یه گافهایی صورت بگیره که اون رو میدونم که بینندگان آگاه ما به حساب همین زنده بودن برنامه میگذارن. خبر دیگه ای رو که من امروز نمیدونم تو مقدمه برنامه گفتم یا نه، توصیه میکنم بروید و در مورد خانم ببینید، الان من فراموش کردم، ببینید خانم خطیبی، من فراموش کردم اسم این وکیل عالی قدر، این بانوی گرامی رو که
واقعا سال هاست داره مبارزه میکنه در ایران. شیرین عبادی منظورتون؟ نخیر خانم شیرین عبادی که خارج از ایران هستن. نخیر خانم نسرین ستوده. خانم نسرین ستوده امروز یا دیروز با CNN مصاحبه داشته که توصیه میکنم دوستان برن روی یوتیوب میتونن پیدا بکنن ببینن. خب خانم خطیبی، آقای شهرتی تونست اون صحبتهای چارلی چاپلین رو پیدا بکنه، با هم دیگه نگاه میکنیم که زحمت شما هم کم. بله چقدر عالی، خیلی ممنون از ایشون، خیلی عالی. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. او در واقع در نقش هیتلر، این جانی که یکی از دیکتاتورهای شناخته شده و کسی بود که هزاران انسان بیگناه رو به کوره های آدم سوزی فرستاد، واقعا بی نظیر این کار، بی نظیره. البته ما امشب آمدیم اینجا راجع به تئاتر موش و تله صحبت کنیم، تبدیل شد به دیکتاتور. ولی خب و این به نحوی ارتباط پیدا میکنه به این خیلی فرقه. ارتباط پیدا میکنه چون مسائل انسانی. ببینین این خداوندگان زر و زور، آدمایی که میخوان همه چیز مال خودشون باشه، آدمایی که به خاطر یک مشت دلار به قول معروف و معروفیت، محبوبیت، به خاطر چیزایی که متعلق به خودشون نیست که میخوان متعلق به خودشون کنن، اومدن و دارن این دنیا رو به تباهی میبرن.
مثل همین وضعیت شرایط ایران خودمون همین الان، که واقعا هر کسی که به این مرحله برسه مثل حکومت فعلی ایران، باید واقعا چمدوناشو جمع کنه، راشو بکشه بره. اینا به اندازه کافی خوردن و بردن، ولی متاسفانه هنوز هم در حقیقت میخوان تا قطره آخر اون چی که مونده رو با خودشون ببره. خب این انسانیت داره کم کم از بین میره و همه چیز از یک نقطه کوچیک از جامعه انسانی شروع میشه. یعنی اگه ما در جامعه برامون این کارهای بد و منفی عادی بشه، اگه این کارها عادی بشه، مثل عادی سازی جنایاتی که در جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد یا جنایاتی که در طول دوران جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته، که دیگه مثلا شما فکر کنید در زمان شاه 10 نفر رو از تو تیر خیابون آویزون میکردن مثل حالا آدم ها رو میکشتن، امکان نداشت. یعنی من که اونجا به عنوان یه تینیجر زندگی کردم، نمیتونم فکر کنم که تو راه مدرسه از یه تیری یه جسدی آویزون شده باشه من دارم میرم مدرسه. این اصلا تو زمین، یعنی الان عادی شده برای مردم ایران کشته شدن، شلاق خوردن، بهشون گفتن که چیکار کن چیکار نکن، عادی شده بود تا خوشبختانه این در واقع انقلاب فمینیستی و زنانه که اونجوری شروع شد و بعد معلوم شد که این زنها چقدر حامیان مرد دارن و چقدر مردم آمادگی همچی شرایطی رو داشتن. خب من متاسفانه تو ایران نیستم که بتونم راجع به مسائلی که در ارتباط با جامعه داخل ایران چیز بنویسم، بنابراین من نمایشی نوشتم که به جامعه خود ما مربوط میشه و من این نمایش رو پیش از این این وقایع اخیر نوشتم. در سال 2019 من این نمایش رو تموم کردم، با آقای داریوش ایران نژاد قرار بود داشتیم تمرین میکردیم که ببریم رو صحنه، که خورد به وقایع کرونا و بعد افتاد به شرایط قبل از انقلاب زن زندگی آزادی در ایران و واقعی که برای مهسا امینی پیش آمد، متاسفانه مرگ واقعا بی جهت این دختر نازنین. اینه که من احساس کردم که به هر حال ما کار تئاتر رو باید ادامه بدیم. من مطمئنم که در این 4-5 ماه همه ما خیلی خیلی از این وقایعی که اتفاق افتاده در رنج و ناراحتی بودیم. به خصوص من فکر میکنم آقای حجازی، ما که خارج از ایرانیم، به خاطر این فاصلهی که داریم، به خاطر اینکه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، شاید هم خیلی بیشتر. من خودم شب تا صبح شبها بیخوابی کشتم، فقط توی کلاب هاوس نشستم گوش کنم ببینم این آدمایی که میان رو خط چی میگن، اینا که تو خود ایران. خلاصه ما همه یک دوران خیلی سختی رو گذروندیم و من واقعا میخواستم تصمیم بگیرم بگم آیا الان موقعش هست که من یک کمدی تراژدی بیارم رو صحنه، و بعد فکر کردم که هست، برای اینکه شادی و شادمانی دلیل اول پویایی زندگی بشر. ما اگه بخوایم با هر واقعی که اتفاق میفته همه کارهای دیگه‌مون رو بذاریم کنار و بشینیم زار زار گری کنیم، هممون غمگینیم، ولی باید راههایی پیدا کرد که زندگی ادامه پیدا کنه. و وقتی همه چیز سر جای خودش باشه، که متوجه شدین در دوران کرونا یه چیزایی سر جای خودش نبود قبل از اون، ولی در دوران کرونا افتاد سر جای خودش. مهره ها در دوران قبل از زن زندگی آزادی سر جای خودشون نبودن. این یه ماه گذشته همه دعوا میکردن که چرا رضا پهلوی، چرا نمیدونم اسماعیلیون، چرا. الان میبینیم مهره افتادن سر جای خودشون. این 6 نفر کسایی هن که مورد قبول همه هست. خانم خطیبی 8 نفر. 8 نفر ببخشید. 8 نفر. معذرت. نه خیلی خیلی خوب. خیلی خوب. واقعا یعنی چی؟ یعنی اولا دموکراسی چیزی نیست که بشه تزریقش کرد. فقط با تغییر جامعه است که ما میتونیم دموکراسی رو ایجاد کنیم. تغییر جامعه در همین موردی که شما خبرش امروز به دوستان دادید چیه؟ یعنی این که من اگر آقای اسماعیلین رو قبول ندارم، فردا بشینم گوش کنم ببینم حرفاش چیه، بعد دوباره تصمیم بگیرم که آیا اینو قبول دارم یا نه. یا اگر من میگم حرفاش چیه و چه کرده خانم خطیبی و چه کرده، چه کارهایی ازش بر میاد. یعنی آیا اصلا شما میدونید که در تاریخ برلین
حتی زمانی که کندی رفته این همه آدم جمع نشده بودن. بله. زمانی که بزرگترین سخنرانی های هیتلر بوده که الان حرفشو زدیم این همه آدم جمع نشده. اصلا میگن پلیس، البته شایعه است، من به خاطر روزنامه نگاری نمیتونم بگم که این درسته، ولی شایعه هست که تعداد 157 هزار نفری که اونجا بودن، ایرانی هایی که رفته بودن به خاطر فراخوان اسماعیلیون اونجا، اینا نخواستن اعلام کنن، گفتن حدود زیر 100 هزار دارم. بله. 100 هزار نفر. اینه. بنابراین ما باید باز باشیم به همه چی. اگه سه تا دگرباش جنسی اومدن رو اون صحنه، ما چون حالمون از دگرباشی جنسی به هم میخوره، حق زندگی رو از اون دگرباش جنسی نگیریم، برای که اون حقشه. میدونین چی بهتون میگم؟ ما باید فکر کنیم که چجوری میتونیم به اون شرایطی برسیم که مثل امروز آمریکا دموکراسی داشته باشیم، که هنوزم به طور روزانه checks and balance، به طور روزانه دارن برای نگه داشتنش دارن جنگ میکنن، به طور روزانه. این مسئله مهمی. خب من قاعدتا اومدم راجع به موش و تله صحبت کنم. یه بله. نمایش بسیار کمدی، چون بهتون بگم ما الان 4 ماهه نمی داریم رو این کار. خطیبی بله. من یه کوتاه میخوام در تایید صحبت کنم. ببخشید هر وقت زیاد حرف زدم. نه آقای هالو این شخصیت مبارز، شاعر، بله ایشون در چند به یک پستایی رو میذارن در فضای مجازی تحت عنوان جدی بگیرید. یکی از این جدی بگیریم ها میگه شما باید همه کارهایی رو که میکردید ادامه بدید، کنسرتتون رو برید، شادیتون رو بکنید، همه این، اگر اینها رو شما تبدیل به غم و به قول شما گریه زاری بکنیم، ما باختیم کافیه رو. به خصوص الان که نزدیک به نوروزه، و اگر تو بیاد من تو اون مقاله یعنی در حقیقت من خواستم نمایش بذارم کنار، و یکی از دوستان خیلی خوب من، یک بازیگر بسیار درجه یک کمدی فرانسیس در پاریس، حمید رضا جاودان، که با گلشیفته فراهانی هم تو یک فیلم فکر میکنم راجع به یه فیلم افغانی بازی کرده، خیلی بازیگر خوبی، الان با علامه زاده دارن یه نمایشی بازی میکنن در مورد دگرباشان سن بالا، یعنی یک دو تا پیرمرد که بعد از سالها به هم رسیدن، هر دوشون هم زن و بچه دارن، ولی در حقیقت عاشق و معشوق بودن، ولی تا حالا راجبش صحبت نکردن. خیلی به نظر من سوژه بکر و دست نخورده و تابوییه که باید مطرح بشه. ولی من وقتی که به حمیدرضا گفتم که نمیخوام نمایش دارم میذارم کنار، الان موقعش نیست، همه دارن میزنن تو سر و کله خودشون گریه میکنن، برای من یه نوشته نوشت، اگه اجازه بدین من اینو براتون بخونم. خواهش میکنم. من منظورم که... از آقای هالو باید به اسم میگفتم، آقای عالی با پیام. بله که اسمشون معروف به هالو. این دوست هنرمند من و بازیگرم تو پاریس نوشته بود که وقت از تاریخ سیستان اینو در آورد بر من نوشت. نوشت وقتی که سپاهیان قتیبه سیستان را به خاک و خون کشاندند، مردی چنگ نواز در کوی و برزن شهر که غرق خون و آتش بود، از کشتارها و جنایات قتیبه قصه ها می گفت و اشک خونین از دیدگان آنانی که بازمانده بودند جاری می ساخت و خود نیز خون می گریست و آنگاه بر چنگ می نواخت و می خواند: با این همه غم در خانه دل، اندکی شادی باید که گاه نوروز است. ببینید چقدر زیبا، چقدر اینو زیبا نوشته. یعنی در فکر کنم کتیبه های داریوش هم نوشته که سرزمین ایران با موسیقی و شادی همیشه در هم آمیخته بوده. یعنی ما نمیتونیم، ما نکیسا و باربد و اینا رو داشتیم در اون زمان. غیر از اون، در تمام اقوام ایرانی که از نظر من با تمام احترامی که برای دونه دونه اقوام دارم، ایران یعنی اقوام، ایران یعنی همین اقوامی که ایران ساخته، و حتی توی تاریخ و فرهنگ اینها که نگاه کنید میبینید که من با یک آهنگسازی پریروزا برای برنامه رادیویی مصاحبه میکردم، آقای شهاب پارنج، که همین شنبه آیندم توی
داونتاون لس آنجلس کنسرت دارن با آقای پورناظری. ایشون تعریف کرد، میگفت 8000 سال از مجسمه های از ایران پیدا کردن 8000 سال پیش که یک فردی در حالی که یک ساز تنبور دستشه از زیر خاک آوردن بیرون. گفت اگه 8000 سال پیش اینو پیدا کردن، 3000 سال قبلش بوده که الان 3000 سال ازش گذشته رفته زیر خاک. یعنی شما ببینید این شعر و موسیقی که با هم عجین شده از چه زمانی با فرهنگ و تاریخ ایران بوده و اینها این رژیم چه کرده با این فرهنگ شاد و شادمانی و موسیقی و طرب و این چیزایی که واقعا باید تو زندگی هر فردی وجود داشته باشه. من خدا باور هستم، اتیست نیستم، ولی فکر میکنم این جهانی که ما درش زندگی میکنیم، زندگی ما خیلی کوتاهه. یعنی ما یک فرگمنت، یک لحظه از این کل زمان کائنات نیستیم. بنابراین زندگی باید اونی باشه که ما میخوایم انجامش بدیم، باید ازش از همه لحظاتش لذت ببریم. و این تئاتری که من نوشتم میخواستم بگم که ما با اینکه 4 ماه تمرین کردیم، تمرین ما خیلی طول میکشه، برای اینکه خودمون از شدت خنده نمیتونیم کار کنیم. یعنی یه کمدی شرایطه، یعنی ما از هیچ کسی اینجا مسخرگی و شو و از این کارا نمیکنه، ولی از شرایطی که روی صحنه به وجود اومده مردم خندش رو میگیره. یعنی اون شرایطی که خنده آوره. و متاسفانه باید بگم که این شرایط غربتیه که ما 40 سال توش زندگی کردیم، 44 سال خیلی ها، و شرایطیه که در حقیقت نشون میده که ما از کجا آمدیم و داریم به کجا میریم. و باید مواظب باشیم که به قول چارلی چاپلین بزرگ، خداوندگان زر و زور برای ما تصمیم نگیرن. سعی کنیم که انسانیت از همه چی برامون مهمتر باشه، آزادی و دموکراسی برامون مهمتر باشه. من به عنوان یک فمینیست و به عنوان یک زن، به زن زندگی آزادی بسیار احترام قائلم و بی نهایت ازش حمایت میکنم، ولی آدمی نیستم که برم زیر پرچم کسی وایسم حرفی بزنم. من از این جریان از طریق هنرم حمایت میکنم. یعنی اینکه اونی که اونا اونجا بیرون نشون میدن، من روی صحنه تئاتر به یه شکل دیگه نشون میدم. اگر کسی پیام منو گرفت چقدر عالی، اگر نگرفتن میتونن اونجا بشینن و بخندن. خانم خطیبی، کجا اجرا میشه و بلیط از کجا میشه تهیه کرد؟ حتما. من البته اینقدر کار داشتم میخواستم پوستر رو بذارم توی بکراندم که دوستان ببینن. این نمایش در واقع در روز 19 فوریه، یک شنبه 19 فوریه، در تئاتر گیندی آدیتوریوم در جویش یونیورسیتی در شهر بلر در لس آنجلس، تقریبا روبروی اسکربال و در واقع آف 405 اونجا اجرا میشه و ساعت 7 شب، که البته دوستان باید زودتر بیان اونجا. بلیتاشو میتونین از گالری عشق، از کیو مارکت در ولی و روی ایونت برایت، روی اینترنت. میتونم آدرس اینترنت شو بدم؟ بله حتما. بله، موش MOOSH dot eventbrite.com. وقتی که اینو بزنید میرید توی اون سایت ما در ایونت برایت و اونجا میتونین بلیتاتون رو نگاه کنین، چه صندلی میخواین. و همونطور که خودتون گفتین، ما از تقریبا 1.5 ماه پیش شروع کردیم به شدت بلیت فروختن و چون جا کوچیکه، فکر کنم فقط 470 نفر اونجا جا داریم، خیلی مهمه که دوستان هرچه زودتر اقدام کنن، چون روزهای آخر من فکر نمی کنم بلیتی باقی مونده باشه. و بازم از این فرصت استفاده می کنم، هم از شما هم از دوستانی که از ما تا حالا حمایت کردن، از طریق رادیو این آگهی ها رو شنیدن و حمایت کردن. بعد رادیو واقعا آقای دکتر هلاکویی دوست همکلاس من سنگ تموم گذاشتن و واقعا ایشون به اون به اصطلاح داشت کسانی که در زر و زور و زر ایشون یه زر هم بهش اضافه کردن که واقعا زر میزنن دیگه اینا همش در حال بله. برای اینکه ما در شهری زندگی میکنیم که مافیای انواع اقسام توش هست، مافیای ایرانی انواع اقسام،
و خب جلوی حرکت های سالم تئاتری اغلب گرفته میشه، خیلی ها میخوان که در صدر باشن و در صدر بمونن، ولی ما به اون کارا کاری نداریم. ما یک سه تا هنرمندیم، آقای محمد رضا معزنی بسیار هنرمند خوبیه، ایشون به قدری با استعداد، به قدری اصلا من نمیتونم به شما بگم چقدر با استعداد این مرد. من همچین استعدادی سالهای ساله از هیچ کس در مورد هیچ کس ندیدم، واقعا بهتون میگم. ایشون که واقعا هم زحمت داره میکشه، میدونید که خودش 4 ساعت در روز برنامه داره و بعدم تمام کارهای دیگه رادیو هم، ایشون در واقع منیجر داخلی رادیو هستن. آقای مهدی کاملی یک بله. برنامه بسیار زیبا دارن به اسم کافه کلاژ. کافه کلاژ خیلی برنامه خوبیه، چون میرین تو یک فضایی که ایشون ساخته، حتی یه گربه کوچولو هم اونجا گاهی میاد و میره. ما 30 ثانیه فرصت داریم خانم خطیبی. بله بسیار خوب. و خب و آقای علی شکیبافر کارگردان ما هستن که ایشون هم سوابق سالها دهه ها کار هنری در ایران، در آمریکا و با هالیوود دارن. اسم نمایش هست موش و تله و روز یک شنبه 19 فوریه ساعت 7 شب در گیندی آدیتوریوم. خیلی هم از شما ممنون، براتون موفقیت خیلی زیادی رو آرزو میکنم. شما هم که تشریف میارید انشالله. انشالله شما سلامت باشید و بتونید به فعالیتتون ادامه بدید. سپاسگزارم از اینکه فرصت دادید. خیلی ممنون از حضورتون استفاده بکنیم. از بینندگانی که لطف کردید و با ما بودید سپاسگزارم. و در پایان از امیر شهرتی که مثل همیشه تر و فرز اون چه که لازمه، چون انقدر سر شلوغه که با یه دست به جای یک هندوانه 7-8 رو داره مثل همه ماها. بله مثل جانگلر میندازه بالا و پایین. من از شما چکرم، مرسی، خدا حافظ، تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر. روز و روزگار وقت خوش.